نوید میتونی به من بگی که اینجا چه خبره؟ چی هست؟ نگاه کنم یا نگاه نکنم؟ میتونی یه نگاه کوتاهی بکنی. اینجا یه رگال داریم که روش لباس آویزونه، یا اینه گیریم داریم و میز گیریم داریم که روش لیوان آبیه، یک صندلی پشت اون میزه. خب ابزار فیلم برداری هم هست که حالا گفتنش جدا جدا به نظرم وقت میبره. پشت سرم الان یه لحظه دیدم یه نیمکتی هست که روش الکل و دستکش پلاستیکی و جعبه ماسکه. درسته. و مونیتور رو بیشتر ابزار میبینم. همه اینا دقت تو در یک لحظه است. من. اگر تو چشمت رو عادت داده باشی که جزئیات بیشتری ببینی، بعدن میتونی بگی که این الکلایی که گذاشتن روی این نیمکت پشت سر تو چند تاست. میتونی حتی به این دقت کنی بگی یکیش بنفشه، یکیش زرده، یکیش سفیده. میتونی بگی جعبه ماسکی که وجود داره درش نیمه بازه. میتونی بگی آینه گریمه لامپ کناریش یک کمی کمسوتر از لامپ مثلا سمت راستشه. وقتی چشم ما عادت کرده باشه به دیدن، در واقع وقتی چشممون رو پرورش دادیم به دیدن، بدون اینکه دقت کنیم میتونیم بفهمیم که اطرافمون، حتی گاهی اوقات پشت سرمون، داره چه اتفاقی میفته و چه چیزایی دیده میشه. این به ما کمک میکنه موقعی که سر فیلم برداری هستیم. گاهی اوقات من از فیلم بردارایی که با هم خیلی خیلی همیشه بدبستون درجه یکی داریم برای بهتر شدن کار، به من علامت میدن از پشت دوربین، به هم میگن یه ذره کچتر شو، حالا یه ذره صاف، الان خوبه، نه یه ذره صافتر شو، بیا بالاتر، برو پایینتر. اینا چیزاییه که من دقت نمیکنم بهش، ولی چشمم داره میبینه و فرمان میبره بدون اینکه من عمدی داشته باشم. من دارم دیالوگمو میگم، دارم رفتار میکنم، ولی الان وقتی به من علامت میدن اینجوری، من دارم حرفم هم میزنم ولی یه خورده خودمو کج میکنم. یا الان آقای فیلمبردار به من میگن که صاف بشین، میگن خوبه، ولی من دارم حرفمو میزنم. این تقویت چشم منه برای کاری که باید انجام